لوقا فصل دوم. در آن روزها به منظور یک سرشماری عمومی در سراسر دنیای روم فرمان از طرف امپراتور اوگوستوس صادر شد. وقت دور اول این سرشماری انجام گرفت، کرینیوس فرماندار کل سوریه بود. پس برای انجام سرشماری هر کس به شهر خود می رفت و یوسف نیز از شهر ناصره جلیل به یهودیه آمد تا در شهر داوود که بیت لحم نام داشت نام نویسی کند، زیرا او از خاندان داوود پیغمبر بود. او مریم را که در این موقع در عقد او و حامله بود همراه خود برد. هنگامی که در آنجا اقامت داشتند، وقت تولد طفل فرا رسید و مریم اولین فرزند خود را که پسر بود به دنیا آورد. او را در قنداق پیشیده در آخر خوابانید، زیرا در مسافرخانه جای برای آنان نبود. در همان اطراف در میان مزارع چوپانان بودند که در وقت شب از گله خود نگهبانی می کردن. فرشته خداوند در برابر ایشان استاد و شکوه و جلال خداوند در اطرافشان درخشید و ایشان بسیار ترسیدند. اما فرشته گفت: نترسید، من برای شما مژده دارم. خوشی بزرگ شامل حال تمامی این قوم خواهد شد. امروز در شهر داوود نجات دهنده برای شما به دنیا آمده است که مسیح و خداوند است. نشانی آن برای شما این است که نوزاد را در قنداقه پیچیده و در آخر خوابیده خواهید یافت. ناگهان با آن فرشته فوج بزرگ از سپاه آسمانی ظاهر شد که خدا را با حمد و ثنا می سراییدند و می گفتند: خدا را در برترین آسمان ها جلال و بر زمین در بین مردمی که مورد پسند او می باشند صلح و سلامتی ما. بعد از آن که فرشتگان آنان را ترک کردند و به آسمان رفتند، چوپانان به یکدیگر گفتند: بیایید به بیت لحم رویم و واقعی را که خداوند ما را از آن آگاه ساخته است ببینیم. پس با تیزی و شتاب رفتند و مریم و یوسف و آن کودک را که در آخر خوابیده بود پیدا کردند. وقت کودک را دیدند، آنچی را که درباره او به آنان گفته شده بود نقل کردند. همه شنوندگان از آنچی چوپانان می گفتند تعجب می کردند. اما مریم تمام این چیزها را به خاطر می سپرد و درباره آنها عمیقا فکر می کرد. چوپانان برگشتند و به خاطر آنچه شنیده و دیده بودند خدا را حمد و سپاس می گفتند، زیرا آنچه به ایشان گفته شده بود واقع شده بود. یک هفته بعد که وقت سنت کودک فرا رسید، او را عیسی نامیدند، همان نامی که فرشته پیش از جایگزینی او در رحم تعیین کرده بود. بعد از آن که روزهای پاک شدن مطابق شریعت موسی تمام شد، کودک را به اورشلیم آوردند تا به خداوند تقدیم نمایند، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است: هر پسر اولباری از خداوند شمرده می شود. و نیز مطابق آنچه در شریعت خداوند نوشته شده است، قربانی تقدیم کنند، یعنی یک جفت فاخته یا دو چوچه کبوتر. در اورشلیم مرد به نام شمعون زندگی می کرد که درستکار و پارسا بود و در انتظار نجات اسرائیل به سر می بود و روح القدس بر او بود. از طرف روح القدس به او خبر داده شده بود که تا مسیح وعده شده خداوند را نبیند نخواهد مرد. او به هدایت روح به داخل خانه خدا آمد و هنگامی که والدین عیسی طفل را به داخل آوردند تا آنچی را که مطابق شریعت مقرر بود انجام دهند، شمعون طفل را در آغوش گرفت و خدا را همکنان گفت: حال ای خداوند، مطابق وعده خود بنده خود را به سلامت رخصت بدی، چون چشمانم نجات تو را دیده است، نجاتی که تو در حضور همه ملت‌ها آماده ساخته ای، نوری که افکار ملت‌های بیگانه را روشن سازد و مایه سربلندی قوم تو اسرائیل گردد. پدر و مادر آن طفل از آنچه درباره او گفته شد حیران گشتند. شمعون بر آنان دعای خیر کرد و با مریم مادر عیسی گفت: این کودک برای سقوط و یا سر افرازی بسیاری در اسرائیل تعیین شده است و نشانه است که در رد کردن او افکار پنهانی عده کثیر آشکار خواهد شد و در دل تو نیز خنجر فرو خواهد رفت.
در آنجا همچنین زن نبیه به نام حنا زندگی می کرد که دختر فنوئیل از طایفه اشیر بود. او زن بود بسیار سال خورده که بعد از ازدواج مدت 7 سال با شوهرش زندگی کرده و بعد از آن بیوه مانده و 84 ساله بود. او هرگز از خانه خدا خارج نمی شد، بلکه شب و روز با دعا و روزه خدا را عبادت می کرد. او در همان موقع پیش آمد، به درگاه خدا شکرگزاری نمود و برای همه کسانی که در انتظار نجات اورشلیم بودند درباره آن طفل صحبت کرد. بعد از آن که همه کارهایی را که در شریعت خداوند مقرر است انجام دادند، به شهر خود ناصره جلیل برگشتند و کودک پر از حکمت، کلان و قوی میگشت و لطف خدا با او بود. والدین عیسی همه ساله برای عید فصح به اورشلیم می رفتند. وقت او به 12 سالگی رسید، آنها مثل همیشه برای آن عید به آنجا رفتند. وقت ایام عید به پایان رسید و آنها عازم شهر خود شدند، عیسی جوان در اورشلیم ماند، ولی والدینش این را نمی دانستند. و به گمان این که او در بین کاروان است، یک روز تمام به سفر ادامه دادند و آن وقت در میان دوستان و خیشان خود به جستجوی او پرداختند. چون او را پیدا نکردند، ناچار به اورشلیم برگشتند تا به دنبال او بگردند. بعد از 3 روز او را در خانه خدا پیدا کردند. در حالی که در میان معلمان نشسته بود و به آنان گوش می داد و از ایشان سوال می کرد، همه شنوندگان از هوش او و از جوابهایی که می داد در حیرت بودند. والدین عیسی از دیدن او تعجب کردند و مادرش به او گفت، پسرم چرا با ما چنین کردی؟ من و پدرت با پریشانی زیاد دنبال تو میگشتیم. او گفت، برای چی دنبال من میگشتید؟ مگر نمیدانستید که من وظیفه دارم در خانه پدرم باشم؟ اما آنان نفهمیدند که مقصد او چیست. عیسی با ایشان به ناصره بازگشت و تابع آنان بود. مادرش همه این چیزها را در دل خود نگه می داشت. عیسی در حکمت و قامت رشد می کرد و به پسند خدا و مردم